به نام خدا، زیرکش سرمک صفحه 64 از کتاب استاد زرفانی. توجه داشته باشید که در قطعه زیرکش سرمک بعضی از نوت‌ها با علامت ام انگلیسی علامت گذاری شده و بدین معناست که این نوت‌ها اجبارا به صورت دورا باید اجرا شود. دقت کنید، به جای ری فا می ری اجرا می شود ری 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 فا می ری 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 می ری دو 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 ری دو سی. در ضمن دقت کنید در این قطعه نوت ری مدام از حالت اصلی یا بکار به حالت کرون تبدیل شده و مجددا به حالت بکار برمیگردد. در خط اول یک بار این اتفاق میافتد، ری از حالت اصلی به حالت کرون و مجددا به حالت بکار برمیگردد. دقت کنید، ابتدای خط سوم تکرار خط اول است با این تفاوت که دو نوت فا و می با هم اضافه شده. در اینجا به صورت علامت هفت نشان داده شده با مضراب چپ اجرا می‌گرده. دقت کنید، بسیار داشته باشید به علامات هفتی که روی بعضی از نوت‌ها وجود دارد که به معنای اجرای چپ این نوت هاست. در ضمن از مقطع شور به بعد شما به دلخواه می توانید هر نوتی را که خواستید ریز بنوازید، تنها با این تفاوت که از نظر زمانی ارزش زمانی آن رعایت شود و طبعا نوت‌هایی که از سیاه ارزش بالاتری دارند یا خود سیاه هستند ریز نواخته بشوند بهتر.